خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی. مثل همیشه من حامد ابوطالبی هستم و توی این جلسه قرار بریم با همدیگه راجع به isn't و doesn't صحبت کنیم. این دوتا بیشتر مواقع همیشه خدا توی جملات منفی استفاده میشن چون حالت منفی دارن. حالا کی از isn't و کی از doesn't من استفاده کنم؟ اصلا تفاوتشون تو چیه؟ اگه بخوایم حالت ساده، حالت مثبت isn't و doesn't رو بگیم میشه is و does. is و does چیه؟ یه مرور انجام بدیم. is یعنی هستش برای she، او خانوم، he، او آقا و it برای اشیا و اسامی. اسامی منظورم حامد، رضا، فاطمه، زهرا، اینا همه اسامی هستن. استفاده میشه. مثلا من میگم اون خانم یک دکتر هستش. She is. این is اینجا معنی هستش میده. She is a doctor. اون خانم یک دکتر هستش. یا اون آقاه یک معلم هستش. He is a teacher. هستش اون آقای یک معلم. He is a teacher. این یک ماشین هستش. گفتم it برای اشیا استفاده میشه دیگه. It is a car. It is a car. این یک ماشین هستش. برای اسامی مثلا رضا is a doctor. رضا یک دکتر هستش. محمد is a teacher. محمد یک معلم هستش. یا مثلا زهرا is a nurse. زهرا یک پرستاره. زهرا is a nurse. زهرا یک پرستار هستش. داز چیه؟ بیشتر مواقع داز میاد اول جمله برای سوم شخص دیگه. شی و هی و ایت و اسامی داز میشه استفاده کرد. کلن برای سوم شخصه. میاد اول جمله و معنی آیا میگیره. مثلا من میگم داز علی want to go. Does Ali want to go? آیا علی میخواد که بره؟ یا does she speak English? آیا اون خانم انگلیسی صحبت میکنه؟ Does she speak English? آیا اون خانم انگلیسی صحبت میکنه؟ یا مثلا میگم Does he study Chinese? Does he study Chinese? آیا اون آقاه چینی میخونه؟ study به معنی خوندن، Chinese زبان چینی. خب Does she study Chinese? آیا اون آقاه چینی میخونه؟ میره برای سوم شخص. متوجه شدیم که آقا is و does چیه. حالا حالت منفیشون isn't و doesn't یه کوچولو تفاوت داره. isn't یعنی نیستش، به همین سادگی. برای سوم شخص حواست باشه، she و he و it و اسامی برای سوم شخص یعنی نیستش. برای مثال من میگم آقا اون آقا یه شخص خسیس نیستش. خب he isn't stingy person. stingy به معنی خسیس. ببین من نمیگم stingy، میگم stingy. stingy. He isn't stingy person. اون شخص خسیس نیستش. خسیس نیستش که. یا مثلا میام میگم که اون رفیق صمیمی من نیست. میاد میگه رفیق صمیمیت بهم گفت جزوتو بده، بهش دادم. میگه کدوم رفیق صمیمی من؟ من رفیق صمیمی ندارم. ای میگه بابا اونها اون. بعد میگم She isn't my best friend. Best friend رفیق صمیمی، رفیقی که نزدیک باشه. She isn't my best friend. اون رفیق صمیمی من نیستش. She isn't my best friend. یا مثلا دوست بابام زنگ میزنه میگه گوشی تو بده، گوشی چرا بابات گوشیشو بر نمیداره، گوشی تو بده به بابات. بعد میخوام بگم بابام خونه نیستش. My father isn't at home. بابام خونه نیستش. My father isn't at home. حالا doesn't چیه؟ بچه بعد از doesn't حتما باید یه فعل بیاد. فعل یعنی چی؟ مثلا like، مثل want، مثل نمیدونم understand، همیگی اینا فعل هستن. مثلا من میگم My father doesn't go to work. پدر من نرفته به سر کار، یا نرفت به سر کار، یا نمیره به سر کار. حالا گذشته حال داره. My father doesn't go. go رفتن یه فعل دیگه. My father doesn't go to work. پدر من به سر کار نمیره. خب یا مثلا میگم She doesn't like the idea. She doesn't like the idea. اون ایده رو دوست نداره. She doesn't like. like یه فعل دوست داشتن. She doesn't like the idea. اون ایده رو دوست نداره. یا مثلا من میگم He doesn't like to go. اون دوست نداره که بره. He doesn't like to go. اون دوست نداره که بره. باز like اومد، یه فعل اومد. ولی وقتی isn't میارم یعنی نیستش. مثلا یه نفر میاد میگه این آقا آمپول منو زد. بعد میگم مگه این پرستاره؟
بعد یه نفر از اون میاد میگه he isn't a nurse, he isn't nurse. پرستار نیستش که، اون پرستار نیستش. He isn't nurse. یا she isn't a doctor. اون یه دکتر نیستش. She isn't a doctor. اون یه دکتر نیستش. به همین سادگی. امیدوارم که یاد گرفته باشی که حتما همینطوره. اگه یاد نگرفتی از اول نگاه کن، حتما یه مثال با isn't و یه مثال با doesn't برای من بزن و کامنتش کن و حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره، اون زنگوله بغلم بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهت خبر بده. خیلی ازت ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی.